نهر چهارم در بیان علم و عقل. این موارد بسیار مهم و مناسب است که ما وقتی که نظر حضرت مولانا رو در خصوص علم به دست می آوریم و در خصوص عقل، چون به شکل موضوعی جمع شده است در یک جا، بنابراین توجه به این موارد بسیار مهم و ضروری هست. از اون جهت که وقتی که مولانا از علم و عقل سخن میگوید، بدانیم که منظور ایشان در جاهای دیگر مثنوی و در دیوان شمس، در مقالات و در فیه مافی، در مجالس و سایر موارد معلوم شود که مراد از علم چیست. بنابراین مواردی که در اینجا مطرح شده است و مواردی که قبلا مطرح شد از لحاظ اهمیت بسیار حائز اهمیت است، بسیار مهم است، از این جهت که ما با شناخت کلام مولانا بتوانیم که مقاصد عالی این انسان بزرگ رو درک بکنیم. آن تلقی که ما از علم در ذهن ما هست و آن تلقی که از عقل در ذهن ما هست، البته باید آنها را کناری بنهیم و دوباره یک بازخوانی مجدد داشته باشیم و مجدداً ببینیم که منظور مولانا از علم چیست، منظور مولانا از عقل چیست، و بعد از این سخن ایشان رو با همان کلید واژه ها و با همان تأکیدات خاص و بر اساس همان اصطلاحات معنی کنیم، نه اصطلاحاتی که رایج است و عوام همه میدانند و عوام صفحان تفکر کرده اند و سخن گفتند. چیزهایی که مولانا در مثنوی گفته است البته با مشهورات مخالفت عمده دارد. آن چیزی که بین مردم مشهور است و مقبول است، او رو مولانا غالبا از آنها یک تلقی و یک معنی و مفهوم دیگری برمی‌گزیند و برای آشنایی با کلام مولانا و برای درک سحر کلام مولانا بایستی این کلمات و این تعویضات کلامی حضرت مولانا رو به خوبی درک کرد و بر اساس آن نسبت به شناخت مسائلی که ایشان مطرح می کند اقدام کرد. طبیعی است که بدون اینکه ما به مفردات کلام توجه کنیم، به خصوص کلامی که بسیار مهم است و اساسی است در فهم اندیشه ها، راه به جایی نخواهیم بود. بنابراین تلقی هایی که اینجا نسبت به علم و به خصوص عقل می کند بسیار مهم است و درخواست من این است که به اینها امام نظر و توجه بیشتری شود. نهر چهارم در بیان علم و عقل و مراتب ایشان و جریان نیاه این نهر به دو رشته انقسام می‌یابد. خب همان نهرها هست و نیاه یعنی آبها، جمع ما نیاه هست و می‌گوید که جریان آب این نهر چهارم در دو رشته منقسم می شود و در اینجا بیان می شود. رشته اول در بیان علم. علم نزد عرفا منقسم می باشد به سه قسم، یعنی نزد عرفا علم سه گونه است. بنابراین اگر ما از کسی شنیدیم راجع به علم سخن میگوید، باید اول بپرسیم منظورتان کدام علم است، کدامین علم منظور شماست. چنانچه وقتی شخصی از عقل سخن گفت، بایستی بگوییم که منظور شما از عقل کدامین عقل است. چون تصوراتی که ما از علم داریم البته با تصوراتی که عرفا دارن بسیار متفاوت است. بنابراین
بایستی در هر درجه‌ای و در هر رتبه‌ای به این توجه کردیم. بسیار مسئله مهمی است که ما بتوانیم مواردی رو که بزرگان مطرح می‌کنند بدانیم که نظر ایشان در این خصوص چیست و اگر از علم سخن می‌گوییم کدام یک از موارد علم رو مد نظر دارد. یک چیز جالبی که هست اینجا از انقسام استفاده کرده به جای تقسیم. می‌فرماید علم نزد عرفا منقسم به سه قسم است. فرق انقسام و تقسیم این است که تقسیم توسط شخص انجام می‌شود و کاری به ماهیت مسئله نداره. یک فعلیت است، اما منقسم بودن یک نوع انفعال است. یعنی علم جز این سه نمی‌تواند باشد و رجوع دارد به ذات مسئله و ذات علم که اگر انسان دقیق تماشا کند، دقیق بیندیشد و بنگرد می‌بیند که علم خود به خود به سه دسته تقسیم می‌شود، نه اینکه ما به سه دسته تقسیم کنیم. یک علم شریعت است، دوم علم طریقت است و دیگر علم حقیقت. علم شریعت و آن علمی است که متعلق باشد به دو تکمیل هیئت بدنیه از افعال و اقوال و لوازم اینها از حسن و کمال. خب میگه علم شریعت همان هیئت بدنیه، هیئت بشریت، آن چیزی که به بشریت ما مربوط است، از کارهایی که ما میکنیم و سخنانی که میگوییم و لوازمی که دارد، چیزهایی که لازمه فعل ما و لازمه قول ما هست، به این میگوییم علم شریعت. چه از جهت حسن و کمال یا از جهت قبح و زلال، از این جهت هم بسیار مسئله مورد توجه هست. یعنی همان علم شریعت همان علم فقه هست که علمای فقه راجع به آن سخن میگویند و منظورشان همان دانستن حلال و حرام است، چیزهای مربوط به بدن است، مانند نمازی که مربوط به بدن است، روزه‌ای که مربوط به بدن است، حج و جهاد و امر معروف و نهی از منکری که مربوط به بدن است و البته اینها امری مهم، لازم، ضروری و البته در جای خود بسیار علم شریفی هم هست، علم فقه و علم شریعت که مربوط به افعال و اقوال است. که این علم شریعت وقتی که اندکی با عرفان تعلق خاطر پیدا می کند تبدیل به در یک قسمتی تبدیل به علم اخلاق اسلامی می شود که قرین هست و نزدیک هست با علم عرفان. و دوم علم طریقت و آن علمی است که تعلق دارد به تکمیل صفات نفسانیه و روحانیه از جهت تحلی و تخلق و اخلاق الهی. خب علم شریعت مربوط به ابدان است، بدن است، مربوط به ظاهر شریعت است، مربوط به ظاهر امور ما هست. اما علم طریقت مربوط به باطن است، مربوط به درون انسان است، صفات نفسانی و صفات روحانی. در ما یک نفس هست، یک روح هست که در این بدن ما منطوی است و در بدن ما پیچیده شده است. این بدن ما که میگوییم همان من ما، همان بدن خاصی است که ما، بشریت ما هست که باهاش مواجهیم، در آینه با اون مواجه هستیم، در همه جا ما رو با بدن ما میشناسند، همان حالت معمول که میدانیم. بعد یک نفس هم داریم که آن همان شخصیت ماست که باز هم جدای از بدن ما و جدای از ظاهر ما نیست و آن شخصیت و نفس ما هست و آن همان منی که اشاره میکنیم یا من منی که به آن اشاره میکنیم. وقتی من میگویم من هستم، من اشاره به بدنم و جسمم ممکن است بکنم، ولی اگر بگم من هستم، اشاره به شخصیتم و نفسم و وجودم میکنم که ربطی به مرد و زن بودن، ربطی به سن و سال، ربطی به چاق و لاغر بودن، ربطی به ظاهر، ربطی به لباس، ربطی به رفت آمد، ربط به هیچ کدام از اینا ندارد، مربوط به نفس است و آن نفس انسانی است.
و یک روحی هست که میتوانیم تعبیر به من بکنیم که آن هم روح ما هست که نفس ما رو هم همان روح ما به جنبش در میآورد و البته از حالت غلیظ به حالت لطیف حرکت میکند و پس تن است، بدن است، جسم است و بعد شخص است، شخصیت است و پس از آن روح است که حاوی این موارد است. علم طریقت تکمیل صفات نفسانی و روحانیه میکند از جهت تحلی و تخلق و اخلاق الهی. تحلی که عرفا گفتن بعد از تخلی اتفاق میفتد. تخلی یعنی خالی کردن وجود و نفس و من از رذایل اخلاقی، از رذایل و فسادی که ممکن است در وجود انسان رخنه کرده باشد. انسان بایستی اول از رذایل اخلاقی تخلی کند، خود رو خالی کند از رذایل اخلاقی و بعد تحلی کند. تحلی همان هلیه معنای زیور است و تحلی یعنی زیور بخشیدن و زینت دادن به واسطه امور نیک و امور خیر. یعنی انسان به جای اینکه بخواهد اگر انسان کاری انجام دهد باید مثلا اول صفت آز و آزمندی رو از خود دور کند تا بتواند صفت سخاوت رو در خود به وجود بیاورد، چون این دو با هم دیگر ممکن است که جمع شود. یا انسان میبایست خود رو از ظلم تخلی کند و خالی کند تا اینکه بتواند به عدل متحلی شود و در حقیقت هلیه و زیور داشته باشد. و همچنین انسان به جهل رو باید انسان از خود تخلیه کند تا اینکه بتواند به علم متحلی شود و تحلی نماید. در اینجاست که صفات بد و رذایل اخلاقی رو کنار بگذاریم و صفات خوب رو تحلی بکنیم. تخلق به اخلاق الهی هم که روشن روایتی است که پیغمبر فرمود تخلق به اخلاق الله، یا بعضا حدیث قدسی گفتن که تخلق به اخلاق الله، یعنی متخلق به اخلاق الهی شوید. خداوند هر خلقی دارد، هر اخلاقی دارد، شما هم سعی کنید اون رو در خود به وجود آورید. اگر خداوند رحمان و رحیم است، شما هم سعی کنید رحمان و رحیم باشید. اگر خداوند علیم است، شما سعی کنید عالم باشید. اگر او خالق است، شما هم سعی کنید خالق باشید. و همه این مواردی که در مورد صفات حق تعالی هست، البته با استثناءات. سوم، علم حقیقت و آن معرفت حق است و شناخت اسما و صفات و حقایق آن. خب دیگر حقیقت آن است که چون جهان فقط یک حقیقت دارد و آن حقیقت حضرت خداوند متعال است، حضرت ربوبی است، از آن جهت این معرفت حق و شناخت اسماء خداوند و شناخت صفات خداوند و شناخت حقیقت اسم الله و حقیقت صفات الله رو باید انسان بشناسد، که این البته بسیار مرتبه بالا و عظیمی است. و علم حقیقت و آن معرفت حق است و شناخت اسما و صفات و حقایق آن. و به تقسیم دیگر علم سه نوع است. خب این یک تقسیم بود که علم رو به شریعت و طریقت و حقیقت منقسم کرد که تقسیم معمول عرفا هست و این رو بهش توجه کرد. دیگر علم رو به سه قسمت تقسیم می‌کند. یکی علم رسمی و کسبی، دوم علم کشفی و ذوقی، و سوم علم وهبی و ندومی. که راجع به اینها الان سخن می‌گوید. به تقسیم دیگر، این دیگر منقسم نیست، این خود تقسیم است، با اون انقسام متفاوت است. به تقسیم دیگر علم سه نوع است. یا علمی است حاصل شده به تکلف و کسب و آن را علم رسمی و کسبی گویند. غالب علم‌های ما چنین است. شخصی به مدرسه می‌رود و در مدرسه می‌آموزد، زحمت می‌کشد، مرارت‌های فراوان بر خود هم بار می‌کند، رنج‌ها می‌برد،
و به دود چراغ‌ها می‌خورد، کتاب‌ها می‌خواند، تا اینکه با این رنج و زحمت و تعب فراوانی که او به خرج می‌دهد در حقیقت به یک علم دست پیدا می‌کند. بهش میگن علم کسبی. و غالب کسانی که ما می‌بینیم علم دارند، چه علوم دنیوی، علوم دانشگاهی، چه علوم حوزوی و علوم الهیاتی، همه حاصل این است. یک نفر 40 سال حداقل درس میخواند، زحمت میکشد تا به درجه اجتهاد برسد. یک نفر حداقل 25 سال درس میخواند تا به مرتبه مثلا استادی یا دکتر دانشگاه برسد. و دیگرانی که همه دنبال این علم رسمی و علم کسبی هست. و البته این علم رسمی و کسبی رو سواد هم گفتند و اشاره به این داشته باشند که عرفا برای این علم رسمی و کسبی هیچ ارزشی قائل نیستند. و بلکه این همان علم است که حجاب اکبر است، که فرمودند العلم هو الحجاب الاکبر. علم حجاب اکبر است، علم حجاب بزرگترین حجاب است. چرا که انسان فکر میکند میداند، اما در حقیقت نمیداند، و این بزرگترین حجاب است. کسی 40 سال درس بخواند، شب و روزش مطالعه کند و احساس بکند که چیزی میداند، اگر به او بگوییم که تو هیچ نمیدانی چه خواهد کرد؟ بنابراین عرفا از این تعبیر به سواد میکنند. سواد از سودا و سیاهی است. سواد یعنی سیاهی که فقط قلب رو سیاه میکند، و این سیاهی فقط به قول معروف انسان رو منفور می کند و انسان رو از تفکر و اندیشه عظیم باز می دارد. این بسیار مسئله مهمی است و علوم رسمی و کسبی رو که بتوان کسب کرد رو هیچ ارزشی و رفا برای آن قائل نیستند. برخلاف آن، عوام بسیار ارزش رو به این قائلند و خود این کسانی که دنبال این علم رسمی و کسبی بوده اند هم این رو بسیار مهم میدانند. کسی مثلا 30 سال 40 سال استاد شده است، در دانشگاه تدریس میکند، یک تبختر علمی، یک غرور و تکبر علمی خدای نکرده پیدا میکند که این غرور خود حجاب اکبر میشود برای او که نتواند به خداوند برسد. دوم، علمی است پدید آمده از جهت مشاهده و عیان، نه به استدلال و برهان، و آن را علم کشفی و ذوقی خوانند. خب علم دوم این است که با مشاهده باشد و عیان آشکار باشد، ببیند. عیان از عین میاد، عین یعنی چشم، عین یعنی آن چیزی که انسان با چشم خود میبیند، چیزی باشد که خود ببیند نه اینکه بخواند. غالب علمها این مشکل را دارند که ما وقتی که علمی را میخوانیم دیده های دیگران یا آموخته های دیگران را فقط نقل میکنیم و چیز دیگری بر آن نمیافزاییم. اما مهم این است که ما وقتی که چیزی را دانستیم بایست این از درون باشد، باید شهود داشته باشیم، باید او را ببینیم، وگرنه شنیدن کی بود مانند دیدن. ما میشنویم، غالب این علوم رو ما میشنویم. دیگران کشفهایی دارن، دیگران به مسائل دست پیدا میکنن و ما فقط آنها را در کتاب ها میخوانیم، که این البته از نظر عرفا بی‌بهرگی کامل است. استدلال و برهان اینجا نیاز نیست، بلکه همه کشفی و ذوقی است و شخص با درون خود و با قلب خود و با فهم درونی خود به آن میرسه، با اشراق خود به آن میرسه. سوم، علمیست بی تعلم و تکلف، نه تعلم دارد نه تکلف دارد، حاصل گشته به آن را علم وحدی و لدن میخوانند که از نزدیک پروردگار است، بی واسطه مخلوق. در اینجا هیچ چیزی نیاز نیست، فقط علم لدن حکیمن علیم، من لدن حکیمن خبیر، یا اینجا آمده است و علمناه من لدن علما، خداوند فرمود که و به او آموختیم از نزد خودمان علمی را،
یعنی این علم، علم لدنی نیست. لدن یعنی نزد. لدن چه یعنی نزد تو؟ لدنی یعنی نزد من. لدنی یعنی اینکه از یا عبده یا نسبت هست اونجا، یعنی من لدن حکیم من خبیر است، از جانب خداوند است. علم انبیا و اولیا و اوصیا از این قسم است، نه شهودی است، نه کسبی است، بلکه علم لدنی است و علمی است که خداوند میدهد. و حدیث مشهوری است که گفتن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خداوند در قلب هر کس که بخواهد قرص میکند، یعنی فرو مینهد و وارد میکند. یعنی این علم قلبی است نه مغزی و در درون انسان نفوذ میکند. این علم به حقایق اشیا و همان علم حقیقت است. و البته میتوان بین این دو مناسبت هم ایجاد کرد، یعنی علم شریعت علمی است غالبا رسمی و کسبی و علم طریقت علمی است کشفی و ذوقی و علم حقیقت علمی است وهبی و لدنی. وهبی یعنی بخشودنی، بخشیدنی. وهب یعنی بخشید، واحد. وهاب یعنی بسیار بخشنده و این خداوند است که علمی رو به ما میبخشد و اصل هم همین است، همان علمی که پیامبران او رو دارا بودند. و به هر یک از اون علوم ایمایی خواهد رفت، اشاره‌ای خواهد کرد. بدانیم که علم جوهری عزیز و دانش نقدی نفیس است. علم خود به خود بسیار چیز مهم و نفیس است و عزیز است و بیان شرف علم در حد حصر نیاید. نمیتوان شرف علم رو احصا کرد و اون رو محصول کرد. علم رو اصلا نمیشود تعریف کرد و شرف او رو نمیتوان اندازه گرفت. و چون آن آلت تحصیل مقاصد است، پس به برکت آن مقصود آخرت باید حاصل کرد. با علم، این علمی که هست، این علم رو نبایستی برای امور دنیوی به کار برد، بلکه این علم رو بایستی در مقصد آخرت صرف کرد و اغراض دنیوی بر طرف باید نهاد، بر گوشه. طرف یعنی گوشه و طرف هم البته یعنی از یک طرف یعنی گوشه. طرف یعنی به گوشه ای نهاد و اصل علم بایستی برای رسیدن به حق متعال باشد، وگرنه اینها همه وبال است و اینها حجاب اکبر است. و البته علم باید که مددکار احوال آخرت باشد، نه وسیله اموال دنیا. و بدانید که علم باقی است و مال فانی. خب علم بهترست یا ثروت رو اینجا بیان میکنند، میگوید که بدان که علم باقی است و مال فانی و باقی را به فانی عوض کردن کار عاقل نیست. انسان بیاید و علم رو بدهد تا اینکه پول کسب کند و به باقی رو بدهد و از آن قصد فانی داشته باشد، عقل این رو نمیپذیرد. ولی این رو میپذیرد که انسان فانی را بدهد و باقی را بگیرد، مال رو بدهد و علم رو در ازای آن بگیرد. این عاقلانه هست. کما قال امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه، همچنان که حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که وجه او مکرم باد فرمود. خب اینها رو در مثنوی آورده است و مثنوی هم خود از آن دیوان منصوب به حضرت علی که بیش از 2500 بیت و بعضاً تا 3500 بیت برای او نقل کردن و خوشبختانه اکنون در دست هست و اشعاری که حضرت علی داشته است و غالباً در شکل رباعیات هست، در شکل دو بیتی ها هست و دو بیتش اینجا هست که اگر دوستان علاقمند بودن این رو میتوانند تهیه کنند. دیوان امام علی علیه السلام در دست دست هست و چاپ‌های خوبی هم شده. شیخ خود رعاملی اولین بار این رو جمع کرده و بعداً هم دیگران هم این کتاب نفیس رو که منصوب به حضرت علی هست او رو یاد کرده‌اند.
خود دو بیت از حضرت علی که مولانا در مثنوی آورده است این هاست: رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فان المال یغنی عن قریب فان العلم باق لا یزال. این دو بیت از حضرت علی علیه السلام است و انصافا هم در این حال که بسیار ساده هست بسیار پرمعنی و پر از فصاحت و بلاغت عظیم است. رزینا یعنی راضی شدیم ما قسمت الجبار فینا، به قسمت حضرت جبار، به قسمت خداوندی که جبری بر ما وارد کرده فینا در مورد ما، به راضی شدیم به قسمت خداوند، همان به قضا و قدر الهی راضی شدیم. خب قضا و قدر الهی برای یک عده پول و مال و ثروت قرار داد و برای ما علم قرار داد و ما هم راضی شدیم. رزینا قسمت الجبار فینا لنا علمون ولی جهال مالو، برای ما علم است، خداوند برای ما علم مقرر کرده است و برای جاهلان مال مقرر کرده است. واقعا هم چنین است. شما این پولداران خیلی بزرگ رو ببینید غالبا سواد و معلوماتی ندارند. یکی از دوستان ما میگفت که 60% اینها بلد نیستن اسم خودشون رو بنویسن و خب اساس قضیه هم همین است. اونهایی که بسیار دنبال پول و مال و ثروت میروند خب فرصتی پیدا میکنن که دنبال علم بروند و این البته مشکل عمده ای هست. البته مال در حدی که نیازهای انسان رو برطرف کند این ضرورت دارد و این مهمه، اما کسی که همه چیز خود رو رها کند و به دنبال پول و ثروت برود، البته همه علما، دانشمندان، متفکران، فیلسوفان همه او رو مذمت کرده اند و شما هیچ فیلسوف پولداری رو پیدا نمی کنید و کسی که خیلی عالم باشد البته از نظر مادی معمولاً در حد پایینی قرار خواهد داشت. این هم یک رسمی است که حضرت علی به این اشاره می‌فرماید. این گویا قسمت خداوند است. رزینا قسمت الجبار فینا لنا علمون ولی الجهال مالون فإن المال یفنی عن قریب، همانا مال به زودی از بین می‌رود و ان و ان العلم باق لا یزال و همانا علم لایزال باقی است. شما ببینید کسانی بودند در زمان حضرت علی که پولدار بودند، الان دیگه از اونها هیچ خبری نیست، اما بعد از 1400 سال هنوز این شعرهای عالمانه باقی است، بعد از 700 سال هنوز شعرهای مثنوی باقی است، اما در زمان ایشان کسانی بسیاری بودند که بسیار پولدار بودن ولی هیچ نامی از آنها نیست. دلیلش این است که این مال، صاحب مال هم مانند خودش فانی است و صاحب علم مانند خود علم باقی است و چه بهتر که انسان علمی از خود باقی بگذارد و در کتابهایی که می نویسد و در آثاری که از خود بر جای می نهد این علم رو برای دیگران به غنیمت بگذاره. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. خیلی زیباست و آسان هم هست. من قصدم دارم یک مقدار بیشتر بخوانیم سریعتر پیش میره. خاتم ملک سلیمان است علم، ملک سلیمان با علم پیشرفت میکنه. جمله عالم صورت و جان است علم، همه عالم صورتند و علم جان این جهان است. علم دریایی است بی حد و کنار، طالب علم است غواص بها، در بحرها و در دریاها غوص میکند و گوهرهای علم به کف میآورد. گر هزاران سال باشد عمر او نگردد سیر خود از جستجو. من که عکسی رو اخیراً در فضای مجازی از
شاید شما هم دیده باشید، از پروفسور حسابی دیدم که نوشته بود در آخرین لحظات عمر پروفسور حسابی داشت یک کتاب قطور رو در حالی که خوابیده بود بر روی تخت بیمارستان داشت یک کتاب قطور رو مطالعه میکرد. این صفت علم است که حال بگوید که من یکی دو ساعت دیگر نیستم، من چرا بخوانم؟ و همون قصه ابو ریحان بیرونی که همه میدانید که گفت یک مسئله هست در ذهن من که نمیتوانم بدون دانستن آن سر کنم. گفتم تو روبه موت هستی، چه میخواهی؟ گفت اگر بدانم و بمیرم خوب است، یا ندانم و بمیرم، کدام بهتر است؟ گفتم خب مسلماً انسان بداند و بمیرد بهتر است. و این است که واقعاً این علم یک حالت خاصی دارد. این رو همه شما که آدمان هستید به خوبی درک میکنید. ممکن نیست یک خلجان علمی و فکری در سرتان باشد و شما خوابتان ببرد. تا پاسخ اون مسئله رو پیدا نکردید، مطمئناً خواب به چشمانتان نخواهد آمد. مطمئناً وقتی که یک مسئله علمی ذهن شما رو درگیر می‌کند، نخواهید توانست قضا بخورید، نخواهید توانست که کارهای دیگر انجام بدهید تا اون مسئله برایتان روشن شود. این خاصیت علم است و شاید یک تعبیر دیگری که میتوان کرد به جنون علم است که علم و دانش انسان رو مجنون میکند، انسان هوایی میشود، انسان جز کتاب و علم و دانش چیز دیگری رو نمیپسندد و حیف میدارد که وقت خود رو برای غیر علم و دانش صرف کند. کان رسول حق بگفتن در بیان، این که منهومان هما لایشبعان، منهومان لایشبعان، طالب و علم و طالب و دنیا. پیغمبر فرمود منهومان دو نفر، دو گروه لایشبعان، هرگز سیر نمی شدند. یکی طالب و علم، اولی طالب علم است که هرگز از طلب علم سیر نمی شود و دوم طالب دنیا هست که از طلب دنیا سیر نمی شود. حال این که انسان خود رو از کدامین در حساب آورد؟ طالب دنیا و توفیراتها، طالب العلم و تدبیراتها. خب دو نفرن که منهومان هما لایشبعان، دو گروه هستن که آنها هرگز سیر نمی شوند. یکی طالب دنیا و توفیرات و وفور آن و فراوانی اموال دنیوی است و دیگر طالب علم و تدبیر و دانش هایی که در آن وجود دارد. و نمیدانم واقعا که کدامین لذت بخشتر است، آیا به دست آوردن پول فراوان لذت بخشتر است یا اینکه به دست آوردن علم فراوان. ولی خب هر کسی اون قسمت خود رو لذت بخشتر میداند که به سمت آن میرود. معنی حدیث این است که دو گرسنه ان که هرگز سیر نشوند، طالب مال و طلب کننده علم. اینجا معلوم می شود که این علم غیر علم دینی است، زیرا که علم دینی هم دنیا باشد و بران تقدیر این قسمت درست نبود، چه قسمتین باید که مباین یک دیگر باشند، کما بینه فی موضعه و الیه اشار. خب می گوید که این علمی که است این علم ظاهری است، این علم تجربی، علم خاص است که میگوید طالب علم و طالب دنیا، در حالی که علم دین هم شامل دنیا میشود و هم شامل آخرت میشود. میگه که باید هر دو قسم مباین باشند. وقتی ما یک چیزی رو قسمت میکنیم بایستی یک چیزهایی، مثلا یک چیزی رو به دو قسمت کردیم، باید چیزهایی در قسمت اول باشد که مباین باشد با چیزهایی که در قسمت دوم هست. یعنی آنچه در قسمت اول هست در دوم نباشد، آنچه در دوم هست در اول نباشد. این یعنی تباین، یعنی اینها به این وسیله قسمت منطقی و تقسیمات منطقیه که همه آشنا هستید با منطق صورت. در اونجا بحث کردن انواع تقسیمات هست، مبحث مهمی در علم منطق هست که دوستان من میتوانند مجدداً مراجعه فرمایند. پس در این قسمت چو بگماری نظر، غیر دینی باشد این علمی پسر. این دین دینه من
علمی که گفتیم این علم غیر دینی است. غیر دنیا پس چه باشد؟ آخرت. خب یا علم دنیایی است یا اخروی است. علم دین مربوط به دنیا و آخرت است. بنابراین این علمی که ما گفتیم غیر از علم دین است. علوم دیگر را شامل می شود. غیر دنیا پس چه باشد؟ آخرت. کت کند زینجا و باشد رهبرت. کت یعنی که تو را، تا که اونجا آمده است در حقیقت نشان دهنده تورا هست و ضمیر محدودی است. کت کند زینجا و باشد رهبرت، تو را از این زمین و از خود بکند و رهبر آسمان باشد. علم آن باشد که جان زنده کند، مرد را باقی و پاینده کند. علم اون هست که جان را زنده کند. مگر جان میمیرد؟ بله، جهل جان را میمیراند و علم است که جان رو و روح رو زنده میدارد. حکایت آن طالب که شجره حیات میجست و ندانست که آن درخت علم است. خب یکی بود که دنبال درخت زندگی میگشت، فکر میکرد که درخت زندگی چیست؟ نمیدانست که درختی که اگر از برگهای آن استفاده بکنی و از میوه آن بخوری همان درخت علم و دانش است، درخت حیات. یعنی این که جهل انسان رو میمیراند. انسان مرده جهل است و زنده علم و دانش و آگاهی است. حکایت آن طالب که شجره حیات میجست و ندانست که آن درخت علم است، که هر که از میوه او چشید به حیات ابدی رسید. چون علم باقی است، عالم هم باقی است. اصلا عالم نمیمیرد، اگر هم مرد علمش از بین نخواهد رفت. کما قال علیه السلام الناس موتا و اهل العلم احیا، چنانچه حضرت علی علیه السلام فرمود الناس موتا، مردم مردگانند، انباتند و اهل العلم احیا. یک کسی اومد گفت که در قبرستان بود، به حضرت علی گفت که اینها چقدر مردند و بقیه زنده هستند. گفت اینهایی هم که دارن راه میرن اینها زنده نیستند، اگر جاهل باشن اینها مرده هستند. فرمود الناس موتا، همه مردم مرده اند و اهل العلم احیا، فقط اهل علم هستند که اینها زنده هستند، بقیه مرده اند. آنهایی که علم دارند، آنهایی که آگاه ندارند، مردگان متحرک هستند، اینها به هیچ دردی نمیخورند. گفت دانایی برای دوستان که درختی هست در هندوستان، که کسی که از میوه آن برخورد نی شود او پیر و نی هرگز مرد، نه پیر میشه و نه هیچ وقت میمیرد. پادشاهی این شنید از صادقی، بر درخت و میوه اش شد عاشق. یک پادشاه هم شنید که هر کی از اون میوه آن درخت بخورد، درخت حیات است، درخت زندگی است، آن وقت نخواهد مرد. دنبالش رفت، هر چقدر رفت آخرش نمیدانست آن درختی که هست درخت علم است. قاصد دانا ز دیوان ادب سوی هندوستان روان کرد از طلب. کسی رو به هندوستان فرستاد که از هندوستان برود و نشانی از آن درخت حیات بیاورد، درخت زندگی بیاورد. سالها میگشت آن قاصد از او گرد هندوستان برای جستجو. هم رفت سالها هندوستان رو میگشت، چون هندوستان مرکز اسرار و رموز فراوان بوده است از قدیم، اکنون هم چنین است و رمزهای بسیار شگفتی در این سرزمین عجیب هست. از این جهت است که خیلی ها به دنبال همان درخت زندگی در اونجا میگشتند. شهر از بحر این مطلوب گشت، شهرهای هندوستان رو یک به یک گشت و هر جا میپرسید از علمای آنجا، از کسانی که میدانستند که این درخت زندگی کجاست. شهر از بحر این مطلوب گشت، نه جزیره ماند و نه کوه و نه دشت، همه جا رو گشت. هر که را پرسید کردش ریش خند، همه مسخرش کردن، به ریش او خندیدن، کی نگوید جز مگر مجنون بند. چنین درختی وجود ندارد، درخت زندگی وجود ندارد، تو حتما دیوانه هستی. اما خب چون دستور پادشاه بود به دنبال طلب بود. چون بسی دیدن در آن مدت تعب، عاجز آمد آخر الامر از طلب. بس تعب و رنج و زحمت دید،
دیگه ماند و کاری از طلب وامان کرد عزم بازگشتن سوی شاه. عشق میبارید و میبردید را، مجبور شد بعد از سالیان مدید دوباره برگردد به پیش آن شاه که گریان هم بود که نتوانست به معمولیتش عمل کند. بود شیخی عالمی قطبی کریم. اینجا یک شیخی بود و یک عالمی بود و یک قطب خاص بود. شیخ نشان از آن در حقیقت علم شریعت، علم رسمی، عالم هم علم رسمی داشت و هم عالم بود، علم خاص داشت، علم شهودی داشت و هم قطب بود که علم لدنی داشته است. اندر آن منزل که آیس شد مقیم. آیس یعنی مایوس، کسی که مایوس شده است از جست و جو. بود شیخی عالمی قطبی کریم. همه این صفات عظیم رو در خود داشت. اندر آن منزل که آیس شد مقیم. اومد یک جایی مان در آنجا یک شیخی بود، عالم بود، قطب زمان خود بود. گفت من نومید پیش او روم، زاستان او به راه اندر شوم، تا دعای او بود هم راه من، چون که نومیدم من از دلخواه من. شنید که پیری هست آنجا و عالمی هست، قطبی هست، رفت نزد او که برای برم مقصد و مقدرم رو به او بگویم و از هندوستان به سمت پادشاه برگردم. رفت پیش شیخ با چشم پراب، اشک میبارید مانند سحاب. سحاب یعنی ابرهای باران. گفت شیخا وقت رحم و رعفت است، ناامیدم وقت لطف این ساعت است. من گفت که سالهای سال من گشتم و آن درخت زندگی رو پیدا نکردم، الان به من محبتی بکن. شما میبینید که همه جا در همه داستان ها مولانا کار رو به دست یک شیخ و قطب و یک عالم می سپارد، چون غیر از اینها کسی نمیتواند حلال این رازهای سر نهفته باشد. گفت برگو کس چه نومی دیست، چیست محبوب تو، رو با چیست؟ گفت چی میخواهید، چرا اینقدر ناامید شده ای؟ گفت شاهنشاه کردم اختیار، از برای جستن یک شاهزار. شاهنشاه مرا اختیار کرده است که یک شاهزار رو پیدا کنم، یک شاخه از درخت زندگی رو پیدا کنم، بهش ببرم که او عمر جاودان پیدا کنم. که درختی هست نادر در جهات، میوه او میوه آب حیات. سالها جستم ندیدم یک نشان، جز که طعن و تسخر این سرخوشان. این سرخوشان هم آمدن من طعنه کردن و دشنام دادن و تسخر، تسخر هم مسخره کردن. شیخ خندید و بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم. این که تو گشته ای لازم هم بری هندوستان و همه دنیا رو و همه هندوستان رو زیر پا بگذاری تا اینکه به نتیجه برسی، بلکه بگفتش ای سلیم، این درخت علم باشد در علیم. این درخت علم است که در وجود علیم می روید، وجود در وجود دانشمند و در وجود عالم این می روید. بس شگرف و بس بلند و بس بسیط، شگفت‌انگیز است، عظیم است و بسیط است و بساط او بسیار پهن است. آب حیوانی ز دریای محیط، از دریاهای محیط آب حیات است. آب حیوان همون آب حیات. تو به صورت رفته و گم گشتی، زن نمیابی که معنی هشته ای. تو معنی رو رها کردی و دنبال صورت هستی و رفتی دنبال درخت واقعی میکردی در عالم خارج که آن میوهی داشته باشد که انسان از آن بخورد و زندگی جاودان پیدا کند. گه درختش نام شد گه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. میگن این علم لدنی، اون علمی که خدا میدهد، اون علم شهودی و علم خاصی که خداوند به خواستان خود میدهد، نامش متعابد است. یک بار گفتن درخت زندگی است، یک بار گفتن خورشید فروزان علم و دانش، یک بار گفتن دریای دانش و گاهی هم گفتن ابر دانش که محصولش باران دانش و آگاهی است.
در بیان مذمت ناکسانی که علوم رسمی را سرمایه جاه و منصب سازند، آنهایی که علوم ظاهری رو دنبال میکنند و سرمایه جاه و مقام و منصب و جایگاه های سیاسی و اجتماعی میجویند، در آن حال از غایت بدگوهری لوای مکر و قدر برافرازند. از بس بدگوهرند و نهاد اینها بد است که لوا و پرچم مکر و حیله برمی‌افرازند و در میدان هوای نفس و متابعت شیطان مرکب عمل بتازند. در میدان هوای نفس اماره و تبعیت از شیطان مرکب و راهبار عمل و آرزوها رو آنجا میتازند. چون اینکه حضرت مولوی قدس سره میفرماید بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغی است دست راستن. گفتن که به انسان بد نبایستی علم رو آموخت و حتی فلاسفه، بسیاری از فلاسفه این رو برای دیگران هم مجاز نمیدانستند و علم فلسفه و حکمت رو میگفتن بایستی از دست و از دسترس غافلان بایستی دور داشت. تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. اگر کسی علم داشته باشد ناکس باشد، آن بهتر است از این که آن بدتر است از این که در کف زنگی مست شما یک تیغ بدهید. زنگی همان اشخاصی که از زنگبار بودن، آن سیاه‌پوستانی که 2 متر خرده‌ای قد و هیکل‌های عظیمی داشتن، این فرض کنید این زن اهل زنگبار این مست شده باشد با قدرت عظیم خود و قدرتش چند برابر شده باشد، بخواهد حمله‌ای ببرد و کسی بیاید یک تیغ هم به دست او بدهد، یک شمشیر هم به دست او بدهد، اون وقت خب قصه خیلی سخت‌تر می‌شود، همه رو از دم تیغ خواهد گذرانی. اینجاست که گفتند علم رو به ناکس دادن بدتر از آن است که ما تیغ رو به دست زنگی مست بدهیم. علم و جاه و منصب و مال و قران فتنه آمد در کف بدگوهران. کسی که بدگوهر است فطرت خود رو پاس نمی دارد و فطرت او به سمت شیطان متمایل شده است، علم و جاه و مقام و منصب و مال و قران، قران یعنی نزدیکی، نزدیک بودن به بزرگان، فتنه هست و ممکن است که او از آنها استفاده های بد ببرد. واسطان از دست دیوانه سلاح. اگر شما یک دیوانه رو بینید که دستش یک سلاحی است، ممکن است به کسی صدمه بزند، شما او رو سعی کنید از دست او بگیرید. واسطان از دست دیوانه سلاح، تازه تو راضی شود عدل و صلاح. چون سلاحش هست و عقلش نی، ببند دست او را ور نهارد صد گزند. میگه سلاح دارد و عقل ندارد. خب از چنین آدمی بایستی حتما این سلاح رو گرفت. آنچه منصب میکند با جاهلان، از فضیحت کی کند صد ارسلان. ارسلان کسانی هستن که انسانهای نامدار و در میان ترکان ارسلان ها مشهور بودند که به شجاعت و حمیت و قدرت مشهور بودند و نام چند نفر از پادشاهان سلجوقی و غیره است. آنچه منصب می کند با جاهلان، از فضیحت، از افتضاح ایجاد کردن، صد ارسلان هم انجام نمی دهند. یعنی کسی که لایق یک منصب است، اون منصب رو به دست بیاورد. عیب او مخفی است، چون آلت بیافت، مارش از سوراخ بر صحرا شتافت. عیبش مخفی، عیبش چیه؟ عیبش اینه که زود غره می شود. چون وسیله‌ای ندارد، از بی وسیلگی مانده است، وگرنه اگر وسیله‌ای بیابد، اون نفس سرکش او رو به کارهای عجیبی وادار می کند و مار او از سوراخ به سوی صحرا خواهد رفت. جمله صحرا مار و کژدم پر شود، چون که ناکس اهل حکم مر شود. مر یعنی تلخ، مر قانون یعنی اینکه کسی به تلخی قانون توجه کنه. حکم مر یعنی احکامی که قاضیان میدهند و احکام که حاکمان میدهند
و حکم تلخی است که به هر حال بار خاصی دارد. اگر ناکس خدای نکرده برود سراغ این مسائل، جمله صحرا، جمله جهان پر از مال و کژدم می شود. مال و منصب ناکسی آورد به دست، طالب رسوایی او خود بوده است. اگر یک ناکس بیاید و مالی به دست بیاورد و منصبی و مقامی به دست بیاورد، آن البته طالب رسوایی خود شده. حکم چون در دست گمراهی فتاد، جاه پندارید و در چاهی فتاد. روشن اینا. چون قلم در دست قداری فتاد، لاجرم منصور بر داری فتاد. وقتی قلم در دست قدار و حیله‌گری بود، می آید چه می کنه منصور حلاج، آن شیر طریقت عشق حضرت حق رو به اعدام، به زندقه، به کفر متهم می کنه و نهایتاً دستانش را می برن، او رو بردار می کشن، به صلیب می کشن، جسدش رو آتش می زنن و چون این رفتار می کنن. چون که قلم در دست قاضی قدار و در دست قاضی که صلاحیت قضا ندارد افتاده است. زیرکان مجلس آخر زمان، برفزود خیش بر پیشینیان. اما آنهایی که در نشستنگاه آخر زمان هستند، اینها زیرکند و خود رو به پیشینیان یعنی کاری که پیشینیان انجام دادن، اینها هم همون رو انجام میدهند. هیله آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته. ای بسا علم و ذکاوات و فتن، گشته ره رو را چهود رازن. ای بسا که علم و ذکاوت و هوش و آن فتنت و هوشیاری که فتانت و هوشیاری که در وجود انسان وجود دارد، او مانند غود راهزن انسان ها شود. این لسان و طیر و علم آموختند، تمطراق و سروری اندوختند. اینها لسان طیر را آموختند، سخن زبان مرغان را آموختند و از آن سوء استفاده کردند و سروری به دست آوردن. صورت آواز مرغ است این کلام، غافل است از حال مرغان مرد خام. کو سلیمانی که داند لحن طیر، دیو اگرچه ملک گیرد هست غیر. میگه کسانی آمدند و آن زبان مرغان رو آموختند که اهلیت اون رو نداشتند. قصه مشهور از همه شنیده اید، آن قصه مربوط به آن که یک روز کسی آمد نزد سلیمان، گفت که به من علم بده. گفت علم چه میخواهی؟ گفت علم لسان الطیر میخواهم، علم زبان مرغان رو میخواهم. گفت تو چنین نکن، به دردت نمیخوره. گفت نه تو نمیخوای یاد بدی. گفت باشه. گفت علم همه حیوانات رو من یاد بده. گفت باشه من یاد بده. تا اینکه اینها مثلا این مرد نشسته بود در جایی، دید که خروس با مرغ‌ها داره صحبت میکنه. به خروس داره میگه که خب از دست شما خلاص خواهم شد. گفتم چطور؟ گفت هیچی، سگ به قول معروف این شخص میمیرد و به مرده آن مثلا بقیه رو دعوت میکنن و از تو طعام میسازن. او که فهمید که سگ خواهد مرد، سگ رو سریع برد و فروخت و گفت چقدر خوب شد من این لسان طیر رو آموختم. بعد از مدتی دید که این خروس به مرغه میگه که خب اون که فروخته شد، الان گوسفندش میمیره، بعد دیگه ما هم از امعا و احشای او و از چیزایی که هست استفاده میکنیم. او شنید، سریع برد گوسفند رو هم فروخت، گفت چقدر من خلاصه خوشحال و خوشبختم. بعد روز دیگر دید که این دفعه این گاو او میمیرد، دیگه این دفعه دیگه سورسات ما پابرجاست. او فهمید، سریع رفت، چون لسان طیر رو آموخته بود، رفت این رو هم فروخت. گفت مرغ، گفت که پس چرا اتفاق نیفتن؟ گفت نمیدونم، قرار بود این اتفاق بیفته، اونا جاهای دیگه ای مردن. ولی نگران نباش، این دفعه خود او میمیرد و ما حسابی دیگه به نام نوا میرسیم. اگر میگذاشت که مثلا گوسفند بمیرد، دیگه نوبت به گاو میرسید و همچنان.
او اومد سراسیمه پیش سلیمان که چنین بود، گفت من به گفتم که فایده ندارد، تو لسان تیر را آموختی ولی نمیدانستی که چگونه باید از آن بهره برد، چاره نیست جز این که بمیری. و به حال خروس هم گفته بود که خانمش یه سور حسابی خواهد داد و تو خواهی مرد و خانمت بعد از تو چه کارهایی خواهد کرد. اینها رو بیان کرد و همان که هیچ فایده‌ای برای او نداشت. از این لسان التیر رو علم آموختن، تمتراف و سروری اندوختن، صورت آواز مرغ است این کلام، غافل است از حال مرغ. مرغان مرد خام، اون مرد خام غافل نمیداند که چیز کو سلیمانی که داند لحن تیر. آن سلیمان که علم لدنی دارد باید این لحن تیر رو بداند که بفهمد چه باید کرد. دیو اگرچه ملک گیرد هست غیر. دیو هم که میدانید که یک روز به شکل سلیمان آمد و از آن انگشتر رو در دست کرد و مدتی کامروایی کرد و او هم به زنبیل بافی مشغول بود و قصه هایی که همه میدانید. ای درویش، علم تقلیدی در این عالم به کار آید. این علمی که ما داریم ما تقلیدیه. چه کردیم ما؟ همه علم هامون از فیزیک و شیمی و ریاضیاتمون گرفته تا فلسفه و حکمت و الهیات و همین ما علم های تقلیدی است. ما از دیگران تقلید کردیم، چیزی از خود بر این علوم نیفزوده ایم، پس هیچ ارزش و مبنای واقعی و حقیقی ندارد. علم تقلیدی در این عالم بکار، اما خود در این علم به درد میخورد تا حدودی، برای مفاخره، برای اینکه بگم این دانشمند است و این مثلا فلان است و فلان به کار آید و تحفه آن عالم، آن عالم را نشاید. اون عالم دیگه شایسته نیست، اونجا میگن عمل چه داری بیاورد. این علم تقلیدی به درد خودت میخورد که از او هیچ کار نگشاید، کما اشعار مولوی قدس سره. علم تقلیدی و تعلیمی است آن که از نفورش مستمع دارد فهم. نفور یعنی نفرت، نفرت داشتن. مستم کسی که میشنود اون علم تقلیدی رو متنفر میشود و فهم برمی آورد که این علم تقلیدی و تعلیمی هست. تعلیمی یعنی علم میآموزن، ولی ما داریم تقلید میکنیم. در بهترین کارها ما داریم تقلید میکنیم، حتی معلومه در هنرهای ما هم. در موسیقی شاگرد موسیقی چه میکنن؟ تقلید از استادش میکنن. اگر بهترین تقلید رو از او کرد، او به هر حال استادترین است. در علم خط، وقتی خط می نویسد، اگر کسی بتواند از استادش بهترین تقلید رو بکند و بهترین شکل از نوشته او رو بنویسد، یعنی کار ما این است که بهترین تقلیدها ارزش قائل شد. در همه مسائل، در همه علوم، در همه موارد، در هنرها که شخصی بتواند خود رو به حدی برساند که مثلا به شخص اولی که در جهان نسبت به این علم اشتهار دارد برسانم، خب نهایتاً چه فایده‌ای دارد؟ اینا همه تقلید است و تعلیم است. یعنی علمی است که نهایتاً وبال خواهد بود. این هیچ چیز جدیدی در علم به وجود نیاورده است. و حال بدتر از آن این است که به این علم نداشته و به این علم تقلیدی هم قدره می شود، مغرور می شود و به قول معروف هیچ کس رو نمیپسندد که من عالمم، من مثلا چند هزار کتاب خوانده‌ام، به قول معروف چند سال از تحصیل و کسب علم میکنم و بنابراین من از شما برترم. طالب علم است بحر عام و خاص، نه که تا یابد از این عالم خلاص. مهمترین علم این است که علم خلاص از این جهان رو انسان بیاموزد، وگرنه علم گرفتار شدن در این جهان رو همه بلدن، همه به نوعی گرفتار این جهان هستیم. این علم رو یاد بگیر که بتواند تو را نور کند، تبدیل به نور کند، تو رو نورانی کند، وگرنه این سواد و سیاهی که بر قلم ها نوشته می شود، در این سیاهی ها که در کتاب ها هست، به چه درد انسان حقیقت بین و واقع گرام می خورد. علم گفتاری که او بی جان بود، عاشق روی خریداران بود. علم گفتار است، خودش جان ندارد، علم که جان ندارد، بلکه وقتی کسی خریدار او شد و عالم بود، آن وقت
آن علم به وجود عالم حیات پیدا می کند و زندگی پیدا می کند. گرچه باشد وقت بحث علم زرد، چون خریدارش نباشد مرد و رفت. میگه چرا این علم های مکسبی چندان به درد نمی خورد؟ دلیلش همان علم هایی است که آموخته این ما و مع الاسف توجه نداریم که اگر کسی نخواست این رو از ما بیاموزد، ما با این علم چه میکنیم؟ چه خواهیم کرد؟ علم هایی رو آموخته ایم ولی نهایتا نمیدانیم که چگونه هست. همان شعر مشهور که نحوی و کشتیبان که قصه‌اش رو شما همه میدانید آن است. یک نحوی بود، نحوی بزرگی بود، مثلا همرده سیوطی و سیوبه و اینها، رفته بود در کشتی نشسته بود و با ناخدا شروع کرد به سخن گفتن که او گفت هیچ از علم نحو چیزی میدانی؟ گفت نه، من ملاح هم، من ناخدا هستم، من هیچ نمیدانم. گفت نصف عمرت شد فنا، نصف عمرتو برباد رفت. بعد از مدتی که طوفانی آمد و خلاصه کشتی با موجهای سهمگی مواجه شد، آن ناخدا و آن ملاح گفت که از آشنا هیچ چیزی میدانی؟ از شنا کردن چیزی میدانی؟ گفت لا. گفت نه نمیدانم. گفت همه عمر تو شد بر فنا، همه عمرت فنا شد. اگر من ندانستم واقعا اینجا میتوانم خود رو به جایی، به جزیره، به قسمی برسانم خودم رو، ولی تو همه عمرت شد فنا. مولانا از این مثال میزند که علمهایی که انسان رو نتواند از مرگ برهاند، اینها علم نیست. علمی که انسان رو باید به حقیقت برساند، نه علمی که او رو به تکرار مکررات و تقلیدات خاص از علوم دیگر توجه کند. می نشیند یک عالم، چه می کند؟ یک مقاله می نویسد. مقاله مثلا ISI می نویسد. می بینید که هر چه نوشته از نوشته های دیگران از این بر اون بر جمع کرده و این رو به عنوان یک مقاله با 50-60 رفرنس تحویل میدهد و همه هم فکر میکنن این عجب مقاله است و عجب کاری کرده است. این چه کار جدیدی کرد؟ در جهان دانش شما چه گلی به سر دانش زدی؟ هیچ. این رو در مورد خود ماها که اعضای هیئت علمی دانشگاه هستیم صادق است، حالا در مورد دیگران نمیدانم. این که واقعا اساتید ما ISI میدن، آخرش چی؟ 300 تا مقاله ISI داده، چه چیز جدیدی به علم بشریت اضافه کردی؟ هیچ. همش تقلید، تقلید از آن یکی و آن دیگری و ارجاعاتی که به مجلات خاص دارد، ارجاعاتی که مقالات دارد و اساسا از محتوا خالی است. و به خاطر همین است که ما در علم هیچ پیشرفتی هم به آن شکل خاص نداریم و پیشرفت نمی کنیم و همه جهش های علمی و آن شروع جهش های علمی از جاهای دیگر است. معلومه از این جهت است که ما دنبال علم تقلیدی است. اساسا ذات علم ذات تقلید است. مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله مشترا. انسان باید علم لدنی داشته باشد، علم خدایی و الوهی داشته باشد که مشتری داشته باشد. این علمی که امثال ما اگر داشته باشیم، اگر مستمعی نباشد این علم به چه درد میخورد؟ هیچ. استاد دانشمندی بود، من یک سوالی از ایشان کردم، استاد بزرگ ما استاد عابد تبریزی، یک سوال از یک شعر متنبی بود، من بیتی اشکال داشتم از ایشان در ایام جوانی سوال کردم. ایشان شروع کرد و یک قصیده رو حدود 50-60 بیت از متنبی از حفظ خواند و من وقتی ایشان خواندن من دریافتم و مفهوم رو از ابیات دیگر گرفتم و فهمیدم که منظور متنبی در آن بیت چیست. بعد رو کرد به من و فرمود که 40 سال است این رو از حفظ داشتم، اما تا حال کسی را پیدا نکردم که این رو از من بپرسد و میدانم که این اولین و آخرین بار بود که یک نفر این رو از من پرسید. خیلی خوشحالم که این رو از من پرسید. رحمت الله علیه. قصه همین است. یعنی چقدر از این علم ها همچنان مکنون میماند و هیچ کس هم
نمی آید و نمی پرسد و اصلا حق ادا ندارد و نمی تواند چنین کاری بکند. و این البته افسوس بسیار بزرگی است. این علم ها بهتر است آن علم مکسبی نباشد، اون علم مشرقی باشد، نه علم مغربی، علم اشراقی باشد، علمی که بر درون انسان و بر وجود انسان بتابد. مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم به ان لهم الجنه. این خریداران مفلس را بهل. میگه اگر علمت علم خدایی بود، این خریداران مفلس که هیچ پولی ندارند و نمیتوانند آن برابر علم تو رو و عوض علم تو رو بدهند، اینها چقدر پول دارند؟ اینها خیلی مفلسند. و واقعا چون این است، وقتی که انسانی از جهت علمی بالاتر رفت، دیگر کسی نمی آید از او سوالی بپرسد که در حد دانش او باشد. همه سوالات از حد معمول پایین تر است، چرا که بقیه مردم در آن سطحی نیستن که او بخواهد و بفهمد. همه سوالات در سطح پایین است. آرزو می کنی که بنشینی و یک سوال از عالم بالا، از بالاترها ازت بپرسند و تا آخر عمر چنین اتفاقی برایت نمی افتد. این است که این مشکل هست. مولانا می فرماید این خریداران مفلس را بهل. این خریداران مفلس که خریداران علم تقلیدی و علم مکسبی هستند، اینها را رها کن. چه خریداری کند یک مشت گل؟ این که خودش گل است، از گل ساخته شده است و خودش یک مشت گل است، بعد از مدتی هم کلن خاک و گل خواهد شد. این چقدر میتواند خریدار درهای ثمین و گرانبهای علم و دانش باشد؟ گل مخور، گل را مخر، گل را مجوی، زان گلخار است دایم زرد روی. دل بخور تا داغ من باشی جوان. یه گل نخور، به جایش دل بخور. خیلی زیباست. اون قصه گلخار را حتما همه شنیده اید. کسی رفت، از قصه های بسیار زیبای مثنوی است، میگوید که کسی رفت سراغ یک بقال که قند بخرد. این گلخار بود. عده‌ای هستن که گلخاری میکنند، یعنی گل رو دوست دارن، گل رو بخورند و یک مریضی هست که عام هست در بعضی افراد، در احیان خاص ایجاد میشود، در بعضی هم همینطوری هست. این گلخار آمد و او که آورده بود یک ترازو، برای ترازو یک طرفش گل گذاشت، یک طرفش قند گذاشت. و اینها برای اینکه موازی شود، این که رفت قند بیاورد از انبار، این گلخار این ورور نگاه کردید که اون سرش به جای دیگر گرم است. آمد از این گل آرام برداشت و خورد. بعد دوباره این آمد، دید که نه چنین نیست، بعد هی نگاه میکرد که وقتی آن بقال رو نمیبیند این گل رو برداره بخوره، چون عاشق گل. تا اینکه اون بقال هم از اونجا دید که این داره گل میخوره، اونجا دست سود و آرام این برمبر کرد تا هر چقدر بتواند این از این گل بخوره. خب هر وقت از این گل میخوره چه اتفاق میفته؟ قند از آن طرف کم میشود، آن وزنه در اونجا کمتر میآید. و آمد به جایی که قند بیاورد بذاره روش، از این قندها هم برداشت. مولانا میگوید گلخار یعنی این، یعنی چیزی میخورد که به دردش نمیخورد، به دردش نمیخورد. این که انسان گلخار نباشد، دلخار باشد، دل بخورد به جای این که گل بخورد. ما غالبا، البته خودم را از بکنم، ما غالبا گلخاره هستیم، میخوریم، به دست میآوریم، ولی گلخاره مطالعه میکنیم چیزهای علکی و بیهوده و بیخودی. وقتمون رو بیهوده صرف میکنیم، صرف لاطائلاتی که یک سری از ذهنهای مریض نوشتن. آیا واقعا وقت ما آنقدر بیارزش است که بخواهیم هر کتابی را بخوانیم؟ قدما میگفتن هر کتابی را اگر یک بار بخوانی میارزد. الان میگوین نباید هر کتابی را، آنقدر کتاب ها زیاد شده است که نباید انسان هر کتابی را بخوانی. نباید انسان هر متنی رو بخواند. تازه وقتی که خواند خواهد دید که بیهوده بوده است.
اگر انسان هم میخواهد بخواند چیزهای شریف و چیزهایی که انسان رو دلخور کند بخواند، نه چیزهایی که انسان رو گلخور کند. گل مخور، گل را مخر، گل را مجوی، زن که گلخور است دایم زرد رو. کسی که گل بخورد، بیماری گلخوری داشته باشد، روی زرد خواهد شد. دل بخور تا دائما باشی جوان، و از تجلی چهرهت چون ارغوان. علم تقلیدی بود بهره فروغ. علم تقلیدی چیست؟ همون گلخواری است. همه ما داریم گل میخوریم. در این دانشگاه ها ما به دانشجویان ما گلخواری میآموزیم. چیزهای محتومی است، طرحهای درسی هست، به اینها میگوییم شما در این دو واحد درسی، در این سه واحد، در این چهار واحد اینها رو خواهید خوند. و گلخواری رو به آنها یاد میدهیم. و اصلا ما به خاطر این استخدام شده این که گلخواری به دیگران یاد دهیم، به جای این که دلخواری یاد دهیم. و این بسیار درد عظیم و بزرگی است که با شما همدلان و رفیقان راه میتوان این سخن رو گفت، وگرنه با دیگران هرگز نمیتوان چون این سخنانی رو زد. مشتری علم تحقیقی است حق. بله، علم تحقیقی بود بهره فروخت. این علم هایی که تحقیقی است برای فروختنه. چون نیابد مشتری خوش برفروخت. اگر هم نیابد اون علم رو، چه مشتری خیلی خوشحال می شود. مشتری علم تحقیقی خبر است. میگه هر چیزی مشتری دارد. این علم مکسبی هم یک مشتری دارد. هر چیزی مشتری دارد. حتی خودها و نیرنگ های هم مشتری های خاص خود رو دارد. همه چیز در جهان مشتری دارد. چون اگر مشتری نداشت که به وجود نمی آمد. دارایی محسوب نمی شد. اما مشتری که علم تحقیقی حق است، دائما بازار او بارونق است. دنبال علم تحقیقی باشیم که مشتری او حضرت حق جل جلاله است. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت.